سلام دوستان عزیز، امروز تصمیم دارم براتون چلو خورشت سبزی درست کنم. قبلا چلو خورشت سبزی به سبک شیرازی براتون درست کرده بودم، ولی این دفعه چلو خورشت سبزی که در شهرهای دیگه هست درست میکنم. به همین منظور 200 گرم لوبیا قرمز رو دیشب خیسوندم که به این صورت شده. سبزی تازه نداشتم، این سبزی آماده هست که در واقعیت جعفری هست، گیشنیز هست، تره هست و شنبلیله و این کافی هست و خیلی هم خوبه، چون قبلا امتحان کردم مزهش خیلی خوب میشه. و گوشت گوسفندی دارم که البته من گوشت گردن بیشتر استفاده کردم به این صورت، و این مقدار اینم گوشت رون گوسفند یه قلم که خلاصه اینا رو میریزم داخلش. برای شروع 4-5 قاشق روغن میریزم، و بعد از اون یک دونه پیاز نگینی رو میریزم توی ظرف. همزمان گوشت رو هم اضافه میکنم. مقداری که تفت دادم این رو که رنگش تغییر کرد، ادویجات رو بهش اضافه میکنم. ادویجات این غذا همون گونه که میبینید یه دو تا دونه سیر خرد کردم، بعد لیمو عمانی هست، یک قاشق چایخوری نمک هست، زردچوبه و یه مقدار خیلی کمی فلفل سیاه برای طعم و فلفل قرمز برای مزه است. لیمو عمانی هم من دو تا دونه این لیمو رو میندازم، بعد یه کمی هم مغز لیمو رو که هستش در اومده اون رو میریزم. معمولا این سبزی ها بخار پس شده و من اینها رو یه مقدار تفت میدم تا مزه خیلی بهتری پیدا کنه. گوشت الان تغییر رنگ داده و پیازم تقریبا حل شده داخلش، به همین موقع است که بایستی این ادویجات رو بهش اضافه کنم. دو سه دقیقه هم با این ادویجات سرخش بکنم، بعدش لوبیا رو میریزم و آب اضافه میکنم به اضافه سبزی. این هم با ادویه که کاملا سرخ شد، الان وقتش هست که لوبیا رو بهش اضافه کنم. سبزی رو من سرخ کردم، ببینید اگر فشار بدم این مایه که ازش میاد بیرون، این میبینید روغن هست، یعنی آبی دیگه نداره. در این مورد باید یک کمی دقت کنید که سبزیتون نسوزه، این خیلی مهم هست. میخواستم نشون بدم که چه مقدار آب بایستی روی این خورش رو بگیره. شما الان حساب کنید من این رو که فشار میدم تقریبا گوشتام زیر این احساس میکنم، به اندازه این هوا آب، یعنی میشه گفت 4 انگشت آب روی این قرار داره، چون که نبایستی مرحله های دیگه هم بهش آب اضافه کرد. با همین آب باید خیلی یواش یواش جا بیفته. دوستان عزیز من، خورشت سبزی تموم شد و به این خوشمزدگی در اومد. همه میدونید که خورش سبزی رو با برنج سرو میکنن، من هم برنج درست کردم با تعدیک های سیب زمینی خیلی خوشگل. قبلا براتون خورش سبزی شیرازی رو درست کردم. خورش سبزی شیرازی به جای لوبیای قرمز، لوبیای سفید توش هست و سیب زمینی داره که این نداره، در ازاش ته برنج رو سیب زمینی گذاشتم. این یکی از خوشمزه ترین غذاهای ایران هست، در حقیقت یکی از غذاهای ملی ما ایرانی ها هست. درست کردنش دقت میخواد، خیلی سخت نیست، امیدوارم شما هم درست کنید بخورید لذت ببرید. سابسکرایب کامنت لطفاً یادتون نره، زنگوله هم حتما فشار بدید تا ویدیوهای جدید بابا پس صریحاً به دست شما برسه و از دیدنش لذت ببرید. میخوام که رنگش رو ببینید چقدر این
خوش رنگ هست و این برنج ها چقدر دون کشیده. نوش جان همه شما عزیزان.